درخت‌های بزرگ کریسمس و چراغانی آنها در شهرهای سراسر جهان رسیدن شادمانی عید کریسمس و فصل تعطیلات را نوید داده است. بابک گرجی گزارش می‌دهد. در واشنگتن پایتخت آمریکا، ملانیا ترامپ بانوی اول با تحویل گرفتن درخت کریسمس که کالسکه ای آن را به در اصلی کاخ سفید رسانده بود، رسما آغاز فصل تعطیلات کریسمس را اعلام کرد. کنگره آمریکا نیز درخت کریسمسی که از جنگل ملی ایالت نیو مکسیکو بریده شده بود را تحویل گرفت. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، چند روز دیگر چراغ‌های این درخت را روشن خواهد کرد. در واتیکان، درخت 26 متری کریسمس هم نوید عید کریسمس را می‌دهد. این درخت از منطقه‌ای در شمال ایتالیا بریده شده است که سال گذشته در همین اوقات طوفان شدیدی بیش از 14 میلیون درخت را نابود کرده بود. این درخت از همان منطقه‌ای آورده شده که میلیون‌ها درخت از طوفان سال گذشته از بین رفتند. در وین، پایتخت اتریش، با درخت کریسمس 32 متری که با 2000 چراغ LED روشن شده است، مردم به استقبال عید کریسمس رفتند. در پاریس، پایتخت فرانسه، شهردار شهر چراغ‌های درخت کریسمس را در شانزلیزه روشن کرد. در لندن، پایتخت بریتانیا، بابا نوئل ها نماد شادمانی برای کودکان در فصل کریسمس سر کلاس ها رفتند. 23 مدرسه سالانه آموزش بابا نوئل ها در کلیسای جامعه شهر آغاز به کار کرده است. بابا نوئل ها یاد می گیرند که چگونه به بچه ها کریسمس مبارک بگویند، اسباب بازی ها را به خوبی بشناسند و بتوانند به سوال های کودکان پاسخ دهند. در جمهوری تاتارستان در روسیه مراسم ویژه‌ای برای کریسمس برگزار خواهد شد. هزاران کودک هر سال از بابا نوئل می‌خواهند کمک کند به رویاهایشان برسند. بابک گرجی، صدای آمریکا.